سلام، من شهریار هستم، اینجا پارسی تیوی. متاسفانه لحظاتی پیش با خبر شدیم که جلال پیشوایان، بازیگر و هنرمند سینمای قبل از انقلاب، دار فانی رو ودا گفت. در ادامه به علت فوت و بخشی از زندگی این هنرمند دوست داشتنی و بازیگر نقش‌های منفی سینمای قبل از انقلاب می‌پردازیم. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. قبل از شروع لایک و سابسکرایب یادتون نره. دکمه زنگوله کنارش هم بزنید تا قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. جلال پیشوایان، بازیگر نقش‌های منفی سینما ایران، از دنیا رفت. به گزارش ایسنا از ساعتی قبل، خبرهایی درباره درگذشت این بازیگر قدیمی منتشر شده و حتی در برخی خبرها تاریخ فوت این هنرمند 2 روز قبل درج شده. از اونجا که پیشتر خبرهایی در این باره منتشر و بعداً تکذیب شده بود، این بار صحت خبر تایید نمی‌شد، چرا که وی در ایران هم زندگی نمی‌کرد. با این حال عبدالله علی خانی و رضا بانکی در گفتگوی با ایسنا این خبر را تایید و اعلام کردند که جلال پیشوایان صبح شنبه 20 آذر ماه در آلمان درگذشته. رضا بانکی توضیح داد که این بازیگر از مدت‌ها قبل دچار بیماری بوده و خبر درگذشت او را هم از طریق یکی از اقوام این بازیگر شنیده. اما جلال پیشوایان متولد 20 خرداد 1309 در تهران بازیگر بود. تا مقطع دبیرستان درس خونده بود و یک ورزشکار تمام عیار در رشته های بوکس و جودو بود که به سمت بازیگری اومد و نقشی به یاد ماندنی در فیلم قیصر و اخراجی ها ایفا کرد. فعالیت خودش رو با ورزش شروع کرد و مدیریت 2 سالن ورزشی رو نیز بر عهده داشت و خود از ورزشکاران رشته جودو و بیشتر بوکس بود. فیزیک مناسب و علاقش به سینما باعث شد سال 1340 وقتی 31 ساله بود با فیلم گرگ‌های گرسنه وارد سینما بشه. او در این فیلم با زنده یاد محمد علی فردین هم بازی بود. توسط بهروز وثوقی، هم محله ایش و محمد زرین دست به مؤسسه هنری مولن روژ معرفی شد و از آنجا با مسعود کیمیایی آشنا شد. این آشنایی به بازی در فیلم بیگانه بیا در سال 47 ختم شد. در سال 48 در فیلم قیصر مسعود کیمیایی در کنار بازیگرانی چون بهروز وثوقی، زنده یاد، ناصر ملک مطیع و پوری بنایی به شهرت عجیبی رسید. جلال پیشوایان سالها بود که ازدواج کرده بود و صاحب یک دختر و یک پسر بود. در سال 64 برای مدتی به آلمان مهاجرت کرد و دخترش در آلمان در رشته دندان پزشکی و پسرش در رشته مهندسی کامپیوتر مشغول به تحصیل شدن. خودشون میگفتن متاسفانه در این سالهایی که در ایران نبودم، بسیاری از ثروتم مثل باشگاه‌های ورزشی و گاراژ‌های مختلف رو از دست دادم. در فیلم گرگ بیزار در سال 52 در یک صحنه با بهروز وثوقی زد و خورد داشتن و قرار بود بهروز با قلاب دور گلوی ایشون رو ببنده و خفه کنه، اما وسط کار قلاب آزاد شد و جلال از بالا به دار آویخته شد. بهروز وثوقی در این صحنه جان جلال پیشوایان رو نجات داد و اگر کمی معطل میکرد و دیر میرسید، جلال در اون صحنه کشته شده بود. اون مدتی بعد از انقلاب ممنوع تصویر شد، اما در نهایت این ممنوع تصویری لغو و باعث شد جلال پیشوایان در بیشتر از 22 فیلم حضور موفق داشته باشه که آخرین اونها به ترتیب اخراجی ها در سال 87، فیلم جرم در سال 89 و فیلم 578 روز انتظار در سال 90 بود. در 31 تیر ماه 97 خبری مبنی بر فوت وی منتشر شد که صحت نداشت و او در کمال سلامت در سن 89 سالگی در آلمان زندگی میکرد. اما در نهایت جلال پیشوایان که به علت شکستگی از ناحیه لگن در بیمارستانی در آلمان بستری بود، صبح روز 20 آذر ماه 1400 در سن 91 سالگی در آلمان درگذشت. از آثار ماندگار جلال پیشوایان میشه به فیلم‌های دختری فریاد میکشد به کارگردانی خسرو پرویزی، ضربت، خداحافظ تهران به کارگردانی سامائیل خاچیکیان، بیگانه بیا، قیصر، رضا موتوری، داشاکل، بلوچ و خاک به کارگردانی مسعود کیمیایی، خداحافظ رفیق به کارگردانی امیر نادری، ستارخان به کارگردانی علی حاتمی، صبح روز 4 به کارگردانی کامران شیردل و صادق کرده به کارگردانی ناصر تقوایی اشاره کرد. جلال
بخش اعظمی از شهرتش رو مدیون بازی در نقش کریم آبمنگل در فیلم قیصر بود. روحش شاد، یادش گرامی. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات خودتون رو راجع به این هنرمند دوست داشتنی سینمای ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و کارمون حمایت بکنید.